عقیل کعبی توپ رو میفرسه به زمین پرسپولیس. آقایی خود آقای پور یه پاس رو به جلو میندازه، فرصت برای بازیکنان استقلال خوزستان، فرصت برای استقلال، یه ضربه گل! آقایی پور دروازه رو باز میکنه. استقلال خوزستان 1-0. هواداران دو آتشه آبی های دیار کارون سر از پا نمیشناسن. اولین موقعیت جدی این بازی رو استقلال خوزستان به گل تبدیل میکنه. دروازه پرسپولیس رو به این شکل باز میکنه، دفعه ناقص بیرانوند، ضربه سر آقای پور و گل اول این بازی که به ثمر میرسه. با هم میبینیم اینجا دفعه ناقص و توپی که قدرون رو دونست، خود صادقی به شکلی کوتاه توپ رو آقای پور دور میکنه، ترابی پشت محوطه جریمه، پاس رو به جلو، فرصت برای بازیکن پرسپولیس و میلاد سرلک. بهترین خط دفاع لیگ 23 رو تا پایان هفته 12 در اختیار داره. آقای پور بلند میفرسه به 30 دقیقه سپری شد، کماکان بازی یکیچ هست. آلیشا یه پاس رو به عقب برای ترابی، یه پاس رو به جلو محمد عمری و کورنر به سود پرسپولیس. یارگیری منتومن درون محوطه جریمه استقلال خوزستان. خود آلیشا بلند میفرسته به تیر دوم، ضربه سری که زاهدی زد و توپی که به بیرون میره. یک کارت زرد هم اونجا داور به بازیکن استقلال خوزستان نشون داد. هواداران پرسپولیس خوشحال هستن. بعد ببینیم آیا پنالتی گرفت. اینجا بود که بازیکن پرسپولیس روی زمین افتاد و ما میبینیم کورنری که آلیشا فرستاد روی دروازه، یه برخوردی در اون محوطه جریمه صورت گرفت و داور اعتقاد داره که خطای پنالتی خطا صورت گرفت. کنعانی زادگان دورخیز خودش را انجام میده. کنعانی زادگان یا گروسیان، کدام یک موفق خواهند شد؟ کنعانی زادگان حالا ضربه رو میزنه و توی دروازه، توی دروازه، خلاف جهت میزنه و پرسپولیس 1-1. این شهره کنعانی زادگان و خوشحالی او پس از زدن گل تساوی. با هم می‌بینیم صحنه گل پرسپولیسی ها رو. کنعانی زادگان خلاف جهت زد و دروازه گروسیان رو باز کرد تا بازی با تساوی 1-1 دنبال بشه. دو بازیکن مقابلش هست، اونجا مطلق زاده توپشو یه لحظه میگیره، باز توپ لو میره، محمد عمری پشت محوطه جریمه، ترابی فضای لازم رو در اختیار داره، میزنه و گروسیان یه دفعه ناقص رو داشت اونجا، خوشکفا است که توپ رو دور میکنه. پشت محوطه جریمه خدا آلیشا از راه دور به توپ ضربه میزنه و توپش با اختلاف به بیرون میره. خود کاظمی توپ رو در اختیار داره، وارد محوطه جریمه میشه، فرصت برای استقلال، گل! آقای پور دبل میکنه در این بازی. استقلال خوزستان 2-1. همون اتفاقات نیمه اول داره دنبال میشه. و هم میبینیم در صحنه واسه اینجا بود که درون محوطه 6 قدم و قبل از بیرانوند توپ رو وارد دروازه کرد، اثر گذاشت. کاظمی دقیقاً روی پاس اول، یه پاس در عرض میدازه برای مهدی ترابی، یه پاس رو به جلو زاهدی و توپش از کنار دروازه به بیرون رفت. ارسال به روی دروازه و ضربه‌ای که از روی کنعانی زادگان زده شد و یک کورنر برای پرسپولیس شکل می‌گیرد.
مهاجم استقلال خوزستان آقای پور بوده. یه پاس رو به جلو عالی شاه و قبل از اون فرزین گروسیان از دروازه بیرون میاد. بلند میفرسه به روی دروازه. فرصت برای پرسپولیس. گل! توی دروازه. توی دروازه پرسپولیس 2 استقلال خوزستان 2. نبیل باهویی است که دروازه رو باز میکنه. تعویض طلایی یحیی گل محمدی. هم میبینیم اینجا سروش ارسال کرد. امید آلیشا روی توپ از سر گذاشت و نبیل باهویی شیرجوار توپ رو وارد دروازه استقلال خوزستان کرد. از زوایای متعدد میبینیم گلی که پرسپولیس به ثمر رسوند و ضربه‌ای که نبیل باهویی روانه دروازه کرد و به زیبایی گل دوم این بازی رو برای پرسپولیس به ثمر میرسونه. حرکتی که یه لحظه دور میکنم بازم پرسپولیس از سمت راست به توپ میرسن. سعید صادقی ارسال به روی دروازه. فرصت برای پرسپولیس و شهاب زاهدی. حالا علی نعمتی بازم فاز دوم حمله. ترابی یک ضربه. توپی که با اختلاف اندک به بیرون میره. ترابی رو صاحب توپ میکنه. مهدی ترابی شمعتی با توپ حرکت میکنه. بازم ترابی نعمتی ترابی توپ پس از برخورد به نبیل باهویی به بیرون میره. امید آلیشا، سعید صادقی پشت محوطه جریمه. سعید صادقی یه سر توپ از صادقی از راه دور ضربه‌شو میزنه و توپ از کنار دروازه به بیرون میره. سروش رفیعی به توپ میرسه. پاس رو به جلو برای نبیل باهویی. نبیل باهویی خود نبیل باهویی توپش از بالای دروازه به بیرون میره. توپ رو آلیشا بگیره از راه دور به توپ ضربه زد و توپش با اختلاف به بیرون میره. امیدواریم پس از 47 سال بتونیم در قاره کهن تلسم شکنی کنیم. و اینجا سوت پایان این بازی به صدا در میاد. استقلال خوزستان و پرسپولیس به تقسیم امتیازات رضایت میدن.